أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب أنفسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روحي له الفداء وأرواح العالمين أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. در آغاز خطبه اول خود و همه شما خواهران و برادران نمازگزار را به تقوا و پروای الهی فرا می خوانم، زیرا تقوا تنظیم کننده شخصیت انسان بر مدار ارزش‌های الهی و اسلامی است. انسانی که تقوا را سر لوحه زندگی خود قرار بدهد، زندگی او همیشه بر مدار خداشناسی و خداباوری و خداگرایی ادامه پیدا می کند و فرصتهای زندگی او در مسیر سعادت و سلامت به کار گرفته می شود، به امید این که خدای متعال به برکت حضور در نماز نورانی جمعه و ما درک و معرفت تقوا و زندگی همراه تقوا را عنایت فرماید و برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خطبه اولین جمعه ادامه بحث خطبه اول جمعه گذشته خواهد بود، بحث کاملا معنوی و معرفتی و اخلاقی، و انشاءالله اگر توفیقی حاصل شد در خطبه دوم مناسبت‌های را انشاءالله خدمت شما خواهیم بود. اگر یاد شما مؤمنان و نمازگزاران نماز جمعه باشد، در جمعه قبل ما بحثی را با تحت عنوان مسئولیت‌های معنوی و اجتماعی انسان برایتان مطرح کردم و صحبت‌های داشتیم و گفتیم که مهمترین مسئولیتی معنوی انسان ساختن شخصیتی اخلاقی و معنوی اوست، و اگر کسی در حوزه ساختن شخصیت خود و یا خودسازی خود موفق شود، در حقیقت مطابق فلسفه زندگی و آفرینش خود عمل کرده است. و بحث‌های داشتیم، امروز تحت عنوان عوامل مؤثر بر ساختن شخصیت معنوی و اخلاقی انسان با هم بحث می‌کنیم. اینکه اگر ما همت این را داشته باشیم که یک شخصیت معنوی و اخلاقی مطابق خواست خدا و قرآن و انبیا و اولیا برای خود بسازیم، به چی عوامل توجه کنیم؟ سه تا عامل اساسی را دقت کنیم: محیط سالم، راهنمایان متعهد و همت عالی. یعنی اگر ما بخواهیم یک شخصیتمان را تعمیر بکنیم و به اصطلاح بسازیم، اولین نیاز ما این است
که ما محیط زندگی خود را سالم سازی بکنیم. در محیط سالم شخصیت سالم ساخته می شود، در محیط ناسالم روح انسان و روان انسان و اخلاق انسان و شخصیت انسان آسیب می بیند. اگر از باب تشبیه معقول به محسوس برایتان عرض کنم، در محیطی که ویروس باشد، مثلا خدای نخواسته دوباره ویروس کرونا باشد یا سرماخوردگی باشد یا آنفولانزا باشد، هر کسی وارد این محیط شود، بالاخره خواه ناخواه قویتر و یا ضعیفتر در معرض آسیب پذیری قرار میگیرد. ممکن است سرما بخورد، دچار آنفولانزا شود. در بحث های معنوی هم مسئله به همین گونه است. اگر محیط زندگی، محیط خانوادگی، محیط اجتماعی، محیط سالم بود، محیط ارزشمدار بود، محیط ارزش باور و ارزشگرا بود، شخصیت انسان همان گونه رشد می کند. و اگر محیط زندگی آلوده به خیانت بود، آلوده به نفاق بود، آلوده به دروغگویی بود، آلوده به رنگ و نیرنگ و توطئه و این گونه اخلاقیات بود، شخصیت آدمهایی که در این گونه محیطهای آلوده معنوی رشد می کند، شخصیت ناقص بار می آید. بنابراین پدران و مادران و جوانان، مخصوصا جوانانی که در آستانه ازدواج قرار دارند، از الان این تصمیم را باید داشته باشیم که محیط خانوادگی را محیط امن بسازیم، محیط پاک بسازیم، محیطی که به لحاظ گفتاری و رفتاری محیط ارزشمدار باشد. همه شما این حقیقت را می دانین که آموزگاران اولیه زندگی هر انسان و شخصیت هر انسان پدر و مادری است. اگر پدرها و مادرها شخصیت سالمی داشتند، زبان خوشی داشتند، دل پاکی داشتند، روان آرامی داشتند، فرزندانی که در محیط خانواده با این خصوصیات رشد می کند، این فرزندان به لحاظ روحی و روانی و اخلاقی و فکری و شخصیتی سالم بار می آید. چرا قرآن تأکید دارد که کلوا من الطیبات و عملوا صالحا؟ چرا؟ میگه از چیزهای پاک بخورید، غذای پاک بخورید، غذای حلال بخورید، غذایی که هم به لحاظ بهداشت معنوی حلال باشد، به لحاظ بهداشت ظاهری پاک باشد، آلوده نباشد. روی نظافت چرا تأکید شده و چرا پیامبر این دین میگه النظافت من الایمان؟ به خاطر این که نظافت و پاکی و طهارت محیط هم به لحاظ ظاهری هم به لحاظ معنوی روی رشد و تکامل و شکل دهی شخصیت انسان ها تأثیر دارند. و محیط خانواده پاک را پدر باید به وجود بیاره، مادر باید به وجود بیاورد، چون پدر و مادر ستونهای اصلی خانواده و متولیان امر خانواده و مسئولان اصلی ایجاد محیط امن سالم در خانواده هستند. پدران عزیز، شما فقط مسئول نان فرزندانتون نیستین، مسئول ایمان فرزندانتون هم هستید، مسئول بهداشت و سلامت روحی و روانی و اخلاقی فرزندانتون هم هستید. در زندگی اگر مشکلاتی پیش آمد، خشم را و خشونت را و بیداد را و فریاد را و ناسزاگویی را به محیط خانواده نبرید. اوقات مادر خانواده را تلخ نکنید.
فرزندان را شاهد تماشای صحنه های زشت زنگ و شوهر قرار ندهید که اینها در آینده شخصیت فرزندانتون را دوچار نقص میکند، دوچار اختلال رفتاری و دوچار اختلالات روانی میکند. متاسفانه از عادتهای گذشته و میراث گذشتگان ما این بوده که نوعاً مردها در خانواده اهل خشمند و اهل خشونتند و اگر مشکلی پیش بیاید دوست دارن از راه دکتاتور مآبی حل بکنن. رای حل یک مشکل والله بالله تلا برخورد خشونت آمیز نیست، فحش و ناسزا نیست، ناراحتی نیست، ایجاد ناامنی روانی در خانواده نیست. ما اگر میخواهیم شخصیت سالمی برای خودمان بسازیم، برای فرزندانمان بسازیم، باید سعی کنیم در خانواده تعهد باشه، اخلاص باشه، صداقت باشه، حوصله‌مندی باشه، گذشت باشه، تدبیر و برنامه‌ریزی مادی و معنوی باشه. پدر به همون اندازه که حساس است شکم فرزندانش سیر شود، باید حساسیت بیشتر نسبت به اندیشه فرزندانش داشته باشد. باید حساسیت بیشتر روی تربیت اخلاقی فرزندانش داشته باشد که این شکمشو که میشه با یک نان و ماست پر کرد، اما به لحاظ فکر، به لحاظ اندیشه، به لحاظ رشد اخلاقی، به لحاظ شکلگیری شخصیت معنوی این بچه در کجا زندگی میکنه؟ با مسجد رابطه داره یا ندارد؟ با برنامه های به اصلاح سازنده معنوی در طول سال مانند مراسم های محرم و عاشورا رابطه دارد یا ندارد؟ رفیقایی که دارد چگونه است؟ اینها مسئولیت هایی است که ما و شما باید رعایت بکنیم. یک حدیث از پیامبر بخوانیم که دل و جان همه ما را نورانی کند. صلواتی عنایت فرمایید. پیامبر این نور و رحمت و هدایت می فرماید خیرکم خیرکم لأهله. اگه می خواهید بدانید کی بهترینه، کی قهرمان بهترین هاست، بدانید کی برای خانواده اش بهترین. اگر رفتار ما و گفتار ما و اخلاق ما و حضور ما در خانه باعث شادی و نشاط و شادابی و امید و سرور خانواده شد، بدانین ما انسان قهرمان هستیم از نظر پیامبر. ولی اگر با آمدن ما سکوت در خانواده حاکم میشه، ترس بر بچه ها حاکم میشه، اوضاع فضای خانواده را خشم و خشونت و ترس فرا میگیرد، بدانید عزیزان، جوانان، پدران، مادران، ما در آزمون تربیتی محمد مصطفی رفوزه شده ایم و سعی کنیم که در این آزمون رفوزه نشویم. خیرکم خیرکم لأهله و انا خیرکم لأهلی. پیامبر میگه من بهترینم برای خانواده. از وجود این پیامبر بهترین است که زهرای بهترین به وجود می آید، علی بهترین ها به وجود می آید، امام حسن به وجود می آید، امام حسین به وجود می آید، شخصیت هایی که عالم و آدم را نورانی کرده است در این خانه و خانواده رشد می کند. بعد می فرماید اینش خیلی برای همه ما و شما درست. ما اکرم النساء الا کریم. احترام نمی کند زنها را مگر انسان با کرامت، انسان با شرافت، انسان با شخصیت. یعنی کسی که ارزش ها را می شناسد، خانم را می شناسد، ارزش انسان را می شناسد، ارزش کار او را و فعالیت های او را و رنج های خانم را و درد های او را و بچه داری های او را و بچه بزرگ کردن های او را. کسی که میشناسد به خانمش احترام میگذارد. لا ما اکرم النساء الا کریم. ببینید در واقع پیامبر احترام به زن را، احترام به خانم را،
معیار تشخیص شخصیت درست از نادرست قرار داده است. این از پیامبر آگاهی، این از پیامبر انسانیت، این از پیامبر هدایت و رستگاری. بعد می فرماید ولا احانهن الا اللعین، به زنها یا به زنش کسی احانت نمی کند مگر انسان پست. خیلی هوشدار جدی هست. یعنی ما از منظر پیغمبر اگر بدون دلیل و بدون مجیب کار ما توهین کردن در اثر اشتباهات بود، در زندگی همیشه اشتباهات رخ می دهد. بچه اشتباه می کند، خانم اشتباه می کند، خواهر اشتباه می کند، برادر اشتباه می کند. اگر قرار باشد ما همه اشتباهات با توهین جواب بدیم، با خشم و خشونت جواب بدیم، خب این خشم و خشونت هم که اشتباهه. چطور جناب عالی میخواهی یک اشتباه را با اشتباه دیگر درست بکنی؟ اگر کار طرف مقابل اشتباه هست، شما یک کار درست انجام بدی تا و شما الگوی درست کاری بگیرد. اما اگر او اشتباه کرد و شما اشتباه بدتر را مرتکب شدی، او چگونه متوجه می شود که خودش را اصلاح کند؟ او چگونه متوجه می شود که اشتباه کرده است؟ بنابراین بر اساس این گفتار حکمانه پیامبر، ما اگر می خواهیم شخصیت کریم داشته باشیم، شخصیت ارزشمند و ارزشمدار داشته باشیم، باید منطق احترام را در خانواده ایجاد بکنیم. چون خانواده بر اساس منطق احترام می شود محیط سالم، می شود محیط پاک، می شود محیط ارزشمدار. و در این محیط گلهای ارزشمند زندگی، یعنی فرزندان سالم، فرزندان متخلق به اخلاق حسنه، فرزندان تربیت شده بزرگ می شود. اون وقت ما می رسیم به اون نقطه‌ای که ادای مسئولیت کرده ایم، هم در قبال خانواده، هم در قبال فرزندان و هم در قبال جامعه خود. این مسائل را در خانواده ها جدی بگیرین. خیلی وقتها بنده شاهد این هستم عزیزانی می آیند و شکایت می کنند که پدر ما در خانه اینطوری هست، اینطوری هست، اینطوری هست. اینا اخلاق اسلامی نیست، اینا اخلاق انسانی نیست، اینا اخلاق شیعی نیست، اینا پیروی از سیره اخلاقی محمد مصطفی نیست. پس از خانواده سالم ما نیاز به جامعه سالم داریم. در جامعه هم باید رفتار ما و گفتار ما و نگاه ما به جامعه یک نگاه آرمانگرایانه باشد. ما نباید در قبال جامعه حالت بیتفاوتی داشته باشیم، نباید در قبال جامعه حالت بدبینی داشته باشیم، بلکه اگر نقصی را در جامعه میبینیم، به حکم تکلیف دینی و ایمانی در کنار همدیگه قرار بگیریم، با همکاری و همیاری و همدلی همدیگر مشکلات فرهنگی و اجتماعی جامعه را حل بکنیم. قرآن کریم در آیه 71 سوره توبه یک آیات را داره. من آیه قرآن میخوانم تا معنویت مجلس بیشتر شود و از این آیات درس های ایجاد یک جامعه سالم را برای ساختن شخصیت خود بگیریم. بفرماید والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعضین، انسان های مؤمن، مردان مؤمن و زنان مؤمن بعضشون اولیای همدیگرن، یعنی دوست همدیگرن، عزیز همدیگرن، محب همدیگرن، رابطه صمیمی دارن. خب وقتی ما با هم دوست شدیم بر مدار ایمان، وقت می‌فرماید یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. و وظیفه ایمانی ما این است که ارزش ها را در جامعه ترویج کنیم، معروف را در جامعه تبلیغ کنیم، با منکرات اجتماعی بجنگیم و مبارزه کنیم، یا با زبان نصیحت، یا با زبان مشورت، یا با همکاری ها و همدلی ها.
اگر منکری را در جامعه میبینیم در برابرش اقدام کنیم و اگر معروف به زمین مانده است را تبلیغ کنیم، نسل جوان را با ارزش‌ها آشنا کنیم، نسل جوان را با باورهای اصیل دینی و فرهنگ‌های سازنده دینی آشنا کنیم. اگر جوان کال نماز هست تشویقش کن به مسجد برود، و اگر خدای نخواسته دی ویلگرد شده است جمعشین و بگین آقا این فرهنگ ویلگردی را در جامعه ما ترویج نکن، ما جامعه دینی هستیم، جامعه ایمانی هستیم، پیرو مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و زهرای مرضیه سلام الله علیه ما هستیم. اینا مسائل است که یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. دیگه چه کار میکنیم در این جامعه؟ و یقیمون الصلاة، نماز برپا میدارن، چون نماز اعلام هر روز تعهد انسان در قبال بندگی خدای متعال است که میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم. عمیقترین پیوند، ارزشمندترین راه ارتباط با خدا و محکمترین مسیری که انسان را از خطاها و اشتباط و رنگها و نیرنگها و توطئه‌های پیدا و پنهان انحرافی حفظ می کند. جوانان، برادران، خواهران، مادران، نماز است و نماز است و نماز. نماز را اگر کسی جدی گرفت و همه برنامه های زندگیش بر مدار نماز رنگ و بوی معنا و معنویت می گیرد. بعد نفرماید و یوتون از زکات. جامعه ایمانی به پرداخت زکات می پردازند. پرداخت زکات اون حق مالیست که در دین اسلام پیش بینی شده است تا کمبوتات جامعه اسلامی از طریق اون پرداخت ها به اصطلاح جبران شود، مشکلات فقرای جامعه حل شود، مشکلات مستمندان و نیازمندان جامعه حل شود. پس ببینید ما هم مسئولیت اجتماع فکری و فرهنگی داریم. یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. هم مسئولیت عبادی داریم در قبال جامعه خود. و یقیمون الصلاة، یعنی به اصطلاح تلاش کنیم که فرهنگ‌های معنوی در جامعه پا بگیرد و شکل بگیرد. و یعطون از زکات، هم مسئولیت مالی داریم. اگر فقیر هست، اگر مستمند هست، اگر بیچاره هست، ما باید اون حقوق شرعیه مالی را ادا بکنیم و به دست مستمندان برسانیم. بعد می‌فرماید و یطیعون الله و رسوله. جامعه ایمانی جامعه است که در اطاعت از خدا و رسول کم نمیگذارد، دنبال این هست که خدا از ما چی میخواهد، پیامبر نور و رحمت و هدایت از ما چه خواسته است، و مدار و محور زندگیشون را بر این ارزش ها استوار میکند. پس یکی از عواملی که میتواند شخصیت ما را بسازد محیط سالم خانوادگی و محیط سالم اجتماعی است. دومین گزینش هم عرض کنم، اگر فرصت بود به سومی میپردازم و اگر خطبه طولانی شد نمیپردازم. دومین گزینه ای که ما باید برای شخصیت ساختن یک شخصیت درست معنوی و اخلاقی خود انتخاب کنیم آموزگاران متعهد است. ببینیم راهنمای ما در زندگی کیه، مولای ما کیه، مقتدای ما کیه، پیشوای ما کیه، کی را به عنوان الگوی ساختن شخصیت معنوی و اخلاقی خود انتخاب میکنیم. ما خدا را هزار مرتبه شکر در زمینه داشتن آموزگاران متعالی و متعهد کم نداریم. در سلسله اعتقادات ما 14 نور مقدس میدرخشد که وجودشان باعث تمام برکات مادی و معنوی در این عالم است. وجود نازنین پیامبر گرامی اسلام که قرآن می‌فرماید ولکم فی رسول الله اسوه حسنه. و اگر بخواهیم اخلاقمون رو بسازیم، معنویتمون رو افزایش بدیم، نگاهمون رو به زندگی درست تنظیم بکنیم، چی الگوی بالاتر از محمد مصطفی چون بوی ارزشمندتر از مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه آلاف التحیه و الصلاه.
برای خواهران و مادران ما چه الگوی جامعتر و کاملتر و پاکتر و ارزش مدارتر از وجود نازنین حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها. این انوار تابان الهی است که بر جان ما و دل ما و روح ما و روان ما و ذهن ما و ضمیر ما میتابد و راه درست زندگی کردن ما را اون چنان روشن کرده است که هیچ شک و تردیدی در صراط مستقیم حق تا رسیدن به بهشت جاودان و سعادت ابدی در پیمایش راه علی و اولاد علی ما نداریم. برادران باید شکرگزار چنین نعمتهای باشیم. یک فراز از دعای ارزشمند و متین جامعه کبیره را براتون میخوانم و به همه جوانان و برادران توصیه میکنم بعد از ظهرای جمعه زیارت جامعه کبیره را بخوانید. یک دوره کامل از امام شناسی هست. اونجا میگیم السلام علی ائمه الهدى، سلام ما بر پیشوایان هدایتگر که ما را به سوی سعادت و سلامت دنیا و آخرت راهنمایی میکند و مصابیح دجا، چراغ های ظلمت شکن. پیشوایان ما چراغان ظلمت شکنند. اگه به علم نیاز داریم، به معرفت نیاز داریم، به حکمت نیاز داریم، به خداشناسی نیاز داریم، به خودشناسی نیاز داریم، به هر انواع و اقسام شناختی که مربوط به سعادت و سلامت زندگی دینی و ایمانی ما و شما شود، پیشوایان معصوم ما در اختیار ما گذاشته است و ظلمت‌های فکری و فرهنگی و اعتقادی را شکسته است و ما باید همت کنیم و مرد رفتن در راه و مسیر آنها باشیم. و علام تقا پرچمداران پرهیزگاری هستند. امیر المومنین رو میگیم مولا الموحدین امام المتقین. ما پیشوایان ما این گونه پیشوا میگن و تأسی به اونها را مایه سعادت و سلامت و رستگاری خود میداریم و زب نها صاحبان خرد و اول الحجاب و دارندگان همه خوبی ها. پس ما اگر بخواهیم شخصیت سالمی انسانی و اسلامی و شیعی خود را بسازیم هیچ چیز کم نداریم. محیط را باید سالم بکنیم، خانواده را باید به اصطلاح درست بکنیم و از این آموزگاران ارزش ها هم باید استفاده بکنیم. وقت کم هست و بنده از این بیشتر ادامه نمیدهم. امیدوارم که خدای متعال به همه ما و شما این توفیق را عنایت بکند که در پرتو آموزه های متعالی قرآن و عترت بتوانیم شخصیت سالم انسانی و اسلامی خود را بسازیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر صلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب أنفسنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى علي أمير المؤمنين آيتك الكبرى والنبأ العظيم وعلى الصديقة الطاهرة وعلى الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر المهدي بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرى أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. باری دیگر در آغاز خطبه دوم
خود و همه شما مؤمنان نمازگزار را به تقوا و پروای الهی فرا می‌خوانم، زیرا تقوا حسن حسین است که اگر انسان به این حسن حسین پناه ببرد، دین او و ایمان او و شخصیت او و ارزش‌های متعالی وجودی او محفوظ می‌ماند. امیدواریم که خدای متعال به برکت حضور در نماز جمعه ما را به صفت متقین آراسته بفرماید. و اما در خطبه دوم در ادامه بحث جمعه گذشته، مقدار راجع به بحث جنگ در غزه و لبنان نگاهی داریم، البته نگاهی متفاوت تر نسبت به هفته قبل. مسئله این است که اولا این جنگ یک سال است که روان و دل همه دنیا را رنج می دهد و انسانهای با وجدان از این مسئله ناراحت است. یک روی سکه این جنگ خیانت است، جنگ است، خون ریزی است، خون آشامی است، قساوت و بیرحمی به معنای واقعی و کم سابقه آن وجود دارد، به گونه دی که 10,000 فقط کودک در این جنگ نابرابر از بین رفته است و از طرفی وجدانهای خابیده جهان را این جنگ نشان می‌دهد که مدعیان تمدن در این عالم چقدر در برابر کودک کشی رژیم سفاک و خون آشام اسرائیل سکوت کرده و در منطقه هم ما شاهد سکوت ننگین هستیم. و اما روی دیگری سکه این جنگ مسئله یا مسائل دیگری است که ما و شما به لحاظ دینی و اعتقادی باید ببینیم. آنچه که در اسلام ناب، در اسلام اصیل، در اسلام رهای بخش تأکید شده وحدت است، همدلی هست، برادری هست، عبور از تعلقات ملی، از تعلقات زبانی، از تعلقات مذهبی و از خیلی از تعلقات است. قرآن تأکیدش بر این است که این هذه امتکم امتا واحده، جبهه‌ای که الان در برابر تمام کفر می جنگد. یک نکته اینه که امروز همه کفر با همه توانش در برابر امت اسلامی قد علم کرده است و از این طرف جبهه‌ای که در برابر همه کفر می جنگد منطق بسیار روشن دینی دارند. چند خصوصیت دارد جبهه مقاومت غزه و لبنان. یک، دشمن شناسیشون بسیار دقیقه. دشمن واقعی دین و ایمان و قرآن و امت اسلامی را دقیقا شناختند. برخلاف جریانهای تکفیری، برخلاف کسانی که در صدد ایجاد اختلاف مذهبی در جهان اسلام است، اونایی که در بر اساس اندیشه تکفیری فکر میکنن میخواهن جامعه اسلامی رو به جان هم بندازن، میخواهن که مسلمان به دست مسلمان، با پول مسلمان، با اسلحه مسلمان توسط شگردهای سازمانهای استخباراتی جهان از بین برود. آمریکا همین را میخواهد، انگلیس همین را میخواهد، اسرائیل همین را میخواهد، تمام دنیا و تمدن حیوانی غرب نابودی امت اسلامی را از این ره گذر میخواهد که وهابی ها و تکفیری ها در حقیقت آتش بیار معرکه و طرح و نقشه است که دشمنان اسلام برای امت اسلامی اختهاند. و اما جبهه مقاومت لبنان و غزه در برابر اسرائیل دشمن واقعی را شناختند. یک، از تعلقات مذهبی عبور کردند. شما نگاه بکنید، شیعه زیدی، سنی در غزه، شیعه لبنانی، شیعه عراقی، همه در صف واحد بر علیه دشمن امت اسلامی در دفاع از عزت و شرف و کیان امت اسلامی دارن می جنگن. و این از اون جلوه های درخشان تاریخ مبارزات مسلمان بر علیه غیر مسلمانان است.
و همه مردم و همه جوامع اسلامی، فرد فرد مسلمان، کشورهای اسلامی، نهادهای فکری و فرهنگی و سیاسی و اجتماعی از این وحدت، از این همدلی، از این برادری، از این عبور از تعلقات گاهن به پایه مذهبی باید عبور کنند و برسند به اینجا که اینا رسیده است. انما المؤمنون اخوتون به معنای واقعی اونجا معنا می شود. محمد رسول الله. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. میگه این پیامبر رسول خداست و کسانی که با این پیامبر است دو خصوصیت دارد: در برابر کفار شدید میستن و در میان خودشون مهربانن. این آیه به معنای واقعی کلمه الان در خط مقاومت و مبارزه بر علیه غده سرطانی اسرائیل به معنای واقعی معنا می شود. همه برای غزه می سوزند، شیعه زیدی می سوزد، شیعه اثناعشری می سوزد، اهل سنت غزه می سوزد، شیعیان عراقی می سوزند، همه می سوزند. این یعنی اشداء علی الکفار رحماء بینهم. ببینید این منطق مبارزه جبهه مقاومت در برابر جبهه شرارت است که بر علیه جامعه اسلامی و امت اسلامی ایجاد شده است و این نقطه بسیار بیدار کننده و نقطه بسیار امیدوار کننده است که امیدواریم هرچه زودتر امت اسلامی و جوامع اسلامی و سران کشورهای اسلامی از سیره حسنه مجاهد مردان مقاومت و رهبران و سرداران شهید و سرفراز مقاومت درس بیداری، درس فداکاری، درس استادگی برای دفاع از شرف و عزت امت اسلامی را بگیرند و از این بیشتر خودشان را خار و ذلیل دشمنان قسم خورده مسلمانان نکنند. نکته دیگری رو که باز قابل عرض می دارم، بحث شهید و شهادت در این خط مقاومت است. ما بر اساس منطق قرآن شهید و شهادت را عامل ادامه حیات منطق مبارزه و جهاد بر حق می دانیم. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. شهدای مقاومت هر کدوم شمع هستند که در این مسیر می درخشند. اینها در حقیقت شمع های فروزان مسیر این راه هستند که منطق مبارزه بر علیه استکبار را، بر علیه استبداد را، بر علیه ظلم را و بر علیه درنده و درندگان چون اسرائیل را محکمتر می کند. قدرت ایمان مبارزان را در مسیر مبارزه محکمتر می کند و ما از شهید شدن اینها حراسی نداریم، بلکه شهادت اینها را و خون بناحق ریخته شده اینها را چشمسار حیات ادامه منطق مبارزه امت اسلامی با تمام دنیای کفر می دانیم و امیدواریم که خدای متعال با آبروی خونهای این پاکان و سرداران سرفراز جبهه مقاومت هرچه زودتر شاهد شکست جبهه شرارت و استکبار و استبداد در منطقه زرخیز خاورمیانه باشه. نکته دیگری را که باز میشه اینجا عرض کرد، بحث اجلاسی سران بریکس هست در روسیه. یک سازمان و یک پیمانی اقتصادی و فعال شکل گرفته که جلسش در چند روز گذشته در کشور روسیه بود. حدود 18-19 تا عضو داره با محوریت روسیه و هند و چین و آفریقای جنوبی و برزیل و امثال هم. اینا شکل گرفتن و در سالانه جلسه دارن. هدف اینها اینه که سلطه اقتصادی آمریکا بر جهان را از بین ببرن. اون چی که آمریکا را جری کرده در دنیا
قدرت نظامی، نفوذ سیاسی و محوریت دلار هست که در این سالیان سال سالهای متمادی قدرت سیاسی و نظامی آمریکا و هیمنه سیاسی و نظامی آمریکا الحمدلله شکسته و دیگه حتی گروه های بسیار کوچک هم از هیمنه نظامی آمریکا ترس و حراسی ندارن و آمریکا مرتب سیاستش در دنیا به چالش کشیده میشه و از نفوذ سیاسی آمریکا در دنیا جلوگیری به عمل میآید. و اگر کشورهای عضو این اتحادیه بریکس موفق شوند سلطه اقتصادی آمریکا بر جهان را بشکنند و دلار را از محور مبادلات و تجارت‌های جهانی خارج کنند، اون وقت زوال آمریکا خواهد رسید و دیگر دنیای بدون آمریکا و بدون سلطه آمریکا حتما ان شاء الله دنیای قشنگ و آرام خواهد بود، چون هر جا که میبینی، اگر در تایوان میبینی فتنه ایجاد میشود زیر سر آمریکاست، در اوکراین فتنه ایجاد میشود زیر سر آمریکاست، بمب‌های چندتونی را که اسرائیل بر سر آدم‌ها و کودکان و زنان و اطفال بیگناه غزه و لبنان میریزد همش زیر شیطان بزرگ به نام آمریکاست که امیدواریم هر چه زودتر زمینه فراهم شود و شاهیدی افول استکباری و استبدادگری و هیمنه قدرت پوشالی آمریکا در جهان باشیم و دنیا و بشریت در دنیا نفس راحتی بکشند. مسئله دیگر بحث دروغ پراگنی های رسانه‌ای هست که بر علیه جبهه مقاومت همیشه جاری هست. متاسفانه اگر یادتون باشد ما هفته گذشته یک دفعه در فضا اومد که بالای 250 نفر مهاجر افغانی در لب مرز ایران توسط سربازان ایرانی تیرباران شده است. رسانه به نام افغانستان اینترنشنال و یا ایران اینترنشنال که با پشتوانه سعودی ها انجام می شود متاسفانه مرتب بر تبل اختلاف امت اسلامی می دهند و اساساً گویا مسئولیت اینها و رسالت اینها و وظیفه اینها این گونه تنظیم شده است که تا می توانید اختلاف را و نفاق را در جامعه اسلامی دامن بزنید تا ما بتوانیم از شرایط آلوده ماهی مراد خودمان را بگیریم. ما باید یک خرده زرنگ باشیم و این شگردها و شیطنتها و دروغ پراگنی های رسانه های دروغگو را اول باور نکنیم. اگر هم باور کردیم ترویج نکنیم. بعد از یک هفته تلاش هیئت از سوی امارت اسلامی رفتن و دیدن و آمدن و اعلام کردن که اساساً چنین چیزی نبوده و از ریشه دروغ هست. یکی از زرنگی هایی که ما باید داشته باشیم این است که رسانه های معاند و رسانه های دروغگو و دروغ پرداز و نیرنگ باز و تخریبگر و ویرانگر را بشناسیم تا نتواند آرامش روانی جامعه ما را و جوامع اسلامی را به هم بزند، تا نتواند قلب های امت اسلامی را از همدیگر دور بکند. و سرانجام باز هم برای شما مؤمنان و نمازگزاران توضیح داریم نسبت به بحث همون جلسه قبل، بحث مدرسه و یاری کردن مدرسه و با مسئول ایشان جناب آقای استاد زکی صحبت کردیم. ایشان فرمودن که ما با همه دفاتر مراجع تقلید صحبت کردیم و اونها اجازه دادن که اگر کسی اومد و وجوهات شرعیش رو برای مدرسه داد ما به اصلاح رسید بدیم. منتها نکته ای را که عرض میکنم برادران اینه که کمک به مسجد و مدرسه و پرورش نسل جدید عالم باقیات و صالحات میشه برای خود. پس اگر شما در مدرسه ای کمک کردید و طلبه را یاری کردید و پروریدید بدانید که برای خود شما یک باقیات و صالحات میشود و اگر اون طلبه رفت در خدمت دین قرار گرفت، در خدمت معنویات قرار گرفت، در خدمت حراست از مرزهای فکری و فرهنگی و دینی جامعه فعال شد، شما هم در کار او و در فعالیت او و در ثواب او و در کارهای مقدس و معنوی او سهم دارید.
بنابراین سعی کنید برادران عزیز نه تنها این مدرسه، سایر مدرسه ها رو سر بزنید. اگر مشکلی بود، اگر مشکل مالی بود، خودتون یا کمک های تبرعی داشته باشین یا وجهات شرعیتون رو حساب بکنین. نگذارین که مدرسه ها دستش پیش کسی دیگری دراز باشد. و از همه این بحث ضرورت ها مهمتر، با معتقد با آیات نورانی قرآنیم که می فرماید تعاونوا علی البر و التقوا، کمک کنید هم دیگر را بر بر، یعنی کارهای خوب، کارهای شایسته، کارهای ارزشمند. مگر پرورش نسل عالم و آگاه و دینشناس یکی از بهترین کارهای شایسته هست یا شایسته نیست؟ و نسل بعد نسل پرورده شود. شما به آموزگار دینی نیاز دارید، به روحانی روشنگر نیاز دارید، به روحانی متعهد و عالم و متفکر و اندیشمند نیاز دارید. جامعه ما جامعه دینی است، جامعه ما جامعه اسلامی و شیعی است. و ما اگر در آینده مدافعان فکر و فرهنگ نداشته باشیم، روحانی آگاه نداشته باشیم، روحانی متفکر و دانشمند نداشته باشیم، کیست که بیاید دین ما را و ایمان ما را و قرآن ما را و ارزش‌های دینی ما را به ما یاد بدهد و در برابر شبهات و حملات شبهه انگیز رسانه‌ها کیست که از دین ما و از فرهنگ ما دفاع بکند؟ تعاونوا علی البر و التقوا و لا تعاونوا علی الاسم و العدوان. امیدواریم که خدای متعال به همه ما و شما توفیق طاعت و عبادت و همدلی و همکاری و یاری همدیگر عنایت بفرماید. پروردگار آنچه خیر دنیا و آخرت است ما به جمع ما عنایت بفرما. عرض سلام و ارادت ما را به محضر مهدی فاطمه تقدیم بفرما. فرج نازنینشان نزدیک و نزدیکتر بگردان. به همه عزیزانی که با حضورشان نماز جمعه را یاری کردن خیر و سعادت دنیا و آخرت عنایت بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.